چالش هایی که فرا روی من گذاشتی و برخی از سخنانی که من گفتم شاید در کام برخی از دوستان دلنشین نباشد. امیدوارم سخن من رو هر یک از کسانی که میبینن میشنون با اندیشگانی خودشون اونو به کارگاه سگالش خودشون ببرن، ورزگری کنن، با اون واکاوی کنن و آنچه که خودشون به نمایی دارنده یک گوهر نابی به نام جان بهش میرسن، اون زیبا و ارزشمند است. جانت دکتر دانیال اسحق، حقوقدان بازرگانی بین‌المللی، خیلی خوشبختم که برها در این قسمت از برنامه پادیوند فرهنگی در کنار ما بودید. از آموخته هایی که شما داشتین، تجربیات سالان درازی که در حال در جمهوری اسلامی برحال به عنوان یک حقوقدان عمل کردین و از چه از نظر فلسفی، چه از نظر حقوقی و غیره تونستیم بیاموزیم. فراموش نکنید که برحال برنامه های رسانه‌ای پادیاوند بر این هستش که تریبون آزادی است برای آزاداندیشان و فرهیختگان، افرادی که تزهایی رو دارن که میتونن در جاهای دیگه نمیتونن اون رو بیان بکنن، یک جایگاهی است برای آزاداندیشان، همینطور که گفته شد I have a dream، که اون رو میتونن با ما در میان بذارن و از یکایی که دوستان و آشنایان خواهش میکنیم که این برنامه رو به اشتراک بگذارن و همینطور پرسش های خودشون رو مطرح بکنن که در برنامه های دیگر با جناب دانیال ما مسائل رو از نظر پرسشگری مطرح بکنیم و اهمیت پرسشگرایی اهمیت خاصی داره و ویژه‌ای داره، نه فقط در آیین عبرانی و یهود، همینطور در آیین ایران باستان و زرتشت در طرد جزمیت. به امید دیدار، بدرود تا درود دیگر. پاینده ایران و پیوند دو ملت ایران و یهود. به امید دیدار. ایدون باد روزگار بکنم.